اختصاصاً میخوام راجع به آقایون صحبت کنم. البته این ویدیو رو خانم‌ها میتونن نگاه کنن. آقایون به خصوص بعد از مهاجرت یه جاهای خیلی مظلوم واقع میشه. من یه جوری دارم میبینم که انگار کلاینت های خانم من خیلی سریعتر روال میفتن، آقایون میفتن توی دست اندازی، به خاطر اینکه توی ایران به خصوص یه پریویلیجی هست برای مرد بودن، یه اولویتی. انگار تصور کنین که شما رفتید توی جمعی غیر ایرانی و ایرانی با هم قاطی، میخوای یه سمال تاک کنی، از توش میخواد خطر چی بشه؟ به یه دیت بشه، به یه معاشرت بشه. انقدر جزئیات اینا سمال تاک مهمه که حد نداره. چند سالته، حقوق چقدره، خونه داری یا نه، اینا رو جلسه اول نپرسین. سلام، احوال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ همه چی رو به راهه؟ امید که خوب باشی. این دومین ویدیوه در ارتباط با آداب و رسوم دیت کردن. تو این ویدیو specifically به قول اینجا یا گفتنی اختصاصاً میخوام راجع به آقایون صحبت کنم، نه راجع به، یعنی در واقع میخوام به آقایون بگم چه کارهایی بهتر انجام بدن، چه کارهایی بهتر انجام ندن. چرا؟ به خاطر اینکه من به این نتیجه رسیدم که آقایون به خصوص بعد از مهاجرت یه جاهای خیلی مظلوم واقع میشن. نفر اولی هم که اینو دارم میگم. چرا؟ برای اینکه یه دفعه وارد یک اجتماعی میشن که قوانینش ارتباطی به اجتماعی که در ایران داشتن نداره. بعد خانوما اگه با تو ازدواجن که اصلا دیگه سیستم میرزه به هم در یه جایگاهی، اگه تو ازدواج نیستن میخوان دیت کنن، همه چی شوکه، انگار که از اول باید همه چی یاد بگیرن. ببین خانوما هم باید یاد بگیرن ها، ولی من یه جوری دارم میبینم که انگار کلاینت های خانوم من خیلی سریعتر روال میفتن، آقایون میفتن توی دست اندازی، به خاطر اینکه توی ایران به خصوص یه پریویلیجی هست برای مرد بودن، یه اولویتی. انگار مظهر افتخاره که تو مرد باشی، انگار آردی یه چیزی داری، فعلا رو سرشونه هات هست مرد بودن. میدونین چی بهتون میگم؟ این فرهنگ غالبه، مثل بابام طلا از اونجا میاد. حالا وقتی وارد فرهنگ خارج از ایران میشن، اولین چیزی که متوجه میشن که اون طلا دیگه وجود نداره، همه چیز خیلی جاها مساویه، یه جای خانما بیشتر حق دارن ها. بعد همه جا گیر میکنن. من الان به خیلی از آقایونی که دارم باشون کار میکنم هی دارم کوچ میکنم ایشون که خب اینجا اینجوری دیت کن، اگه تو رابطه ای بعد این کار بکنی، با خانومشون مشکل دارن، با بچهشون مشکل دارن، همه چی میرزه به هم. حالا همینا رو گفتیم، بریم ببینیم با آقایون بعد چجوری کمک کنیم. البته این ویدیو رو خانم‌ها میتونن نگاه کنن، ایده ای هم دارین به من بدید که بیشتر بهش اضافه کنیم. یکی از چیزایی که آقایون مشکل دارن بعد از مهاجرت کردن اینه که دخترها بیشتر، خانم‌ها بیشتر دنبال مردی هستن که ستل شده. من چند وقت پیش یک با یه خانم صحبت می‌کردم که مثلا 30 ساله اینجاست، یعنی مثلا از دهه 4-5 سالگیش اینجاست. بعد میگفتش که، گفتم خب الان، ولی خب تو خانواده ایرانی بزرگ شده، قشنگ فارسی بلده، فرهنگ ایرانی رو داره. بعد گفتم که خب مثلا اون چش بود، مثلا اون آقایی که دیت کرد، گفت بابا تازه نیوکامر بود. گفتم وات، یعنی چی نیوکامر؟ گفت یعنی مثلا 3-4 سال اومده، هنوز استبلیش نشده، من یکی رو میخوام دیگه اینا رو بدونه، الان تازه من باید به شیسته آداب و رسوم یاد بدم همه اینا. خواهش کنم آقایون به خودتون نگید که ای وای این داره به ما توهین میکنه، ولی تو خانومم هم همینه. وقتی تو یه آقایی که مثلا 10 سال 15 سال اینجاست، در صورتی میره سراغ یه دختری که تازه اومده و براش مشکلی نداره، که دلش میخواد بره تو قالب، بره تو الگوی قالب، اینو کنترل کنه، بکشه تو رابطه دیگه، به قول گفتنی که خیلی وقتا مردم به من میگن، تربیتش کنه. پس اینم یه چالشه برای مردا، یعنی همیشه باید بگردن یه کسی که در سطح آشنایی خودشون با محیط اطراف پیدا بکنن. این یه چالشه. یه چالش دیگه اینه که بازم برای کسایی که مهاجرت کردن دارم میگم، توی ایران یه ماجرای، حالا من لغت رو بعد یه جور متفاوت به کار برم، این لاس وگاس و لاس زدن و نمیدونم سمال، یه جوری بهش میگن سمال تاک، صحبت‌های کوتاهی که به به های یه پاچه‌خواری ملویی کردن یا یه تعریف خاصی کردن یا موقع رانندگی دنبال کردن شماره دادن، با اینا اینجا استاکینگ، یعنی اینجا یکی آدم رو مثلا
دنبال کنه یکی با ماشینش، تو بعد زنگ بزنی پلیس بگه ای وای یکی استاک هم داره، داره دنبال هم میکنه، مثلا خطرناک، آدم ویردیه ها. پس اون مدلی که ما تو ایران خیلی جاها دیت میکردیم به طور معمول بیرون، اون برداشته شد. درسته؟ اون اصلا چیزایی نیستن که میمونه، بار میمونه، رستوران میمونه، پارتی مهمونی ها میمونه، معرفی و میمونه سوشال میدیا و آنلاین دیتینگ، که اونام که چیزای خودشو داره. آنلاین دیتینگ به خصوص سیستم خودشو داره که دیدین راجبش یک دو تا ویدیو ساختم، بازم میسازم. پس آداب و رسوم هم فرق میکنه. حالا تصور کنین که شما رفتید توی جمعی، حالا غیر ایرانی و ایرانی با هم قاطی، میخوای یه اسمال تاک کنی. اسمال تاک گفتگوی کوچیک آرومیه که از توش میخواد ختم به چی بشه؟ به یه دیت بشه، به یه معاشرت بشه یا هر چی. انقدر جزئیات این سمال تاک مهمه که حد نداره، چون شما باید بدونی چی تو اون مملکتی که هستی میتونی بپرسی، چی نمیتونی بپرسی، چه ایرونی چه غیر ایرونی، فرقی نمیکنه. چند سالته، نمیدونم حقوقت چقدره، خونه داری یا نه، اینا رو جلسه اول نپرسین. حتی جلسه اول اینی که چند ساله اومدی کانادا، چند ساله اومدی خارج از ایران، و اگه اون طرف کامفورتبل نیست ازش سوال نکنین. اجازه بدید هر چی خودش راحته بگه. هوا بهترین آیس بریکر، یعنی یخ مکالمه رو هوا میشکنه، نمیذاره زمین دردم نه. چرا؟ برای اینکه آدم ها شروع میکنن آره مثلا دیروز بارون بود، امروز اینجوری بود، بعد تو یواش یواش متوجه میشی که طرف دوست داره به کدوم سمت و سوره. پس سمال تاک ها رو بابا با چت جی پی تی سرچ کنید ببینید چه سمال تاک هایی بر کدوم شهر دنیا جذابیتش بیشتره و نشون میده که شما آپ تو دیت ترین. الان من یکی از چیزایی که توصیه میکنم با آدم هایی که دارم کوششون میکنم برای دیتینگ اینه که بشین توی اول سرچ کن تو چت، از چت بپرس امروز چه اتفاقی تو این شهر افتاده، من دارم میرم دیت، چه سوالی میتونم بپرسم. صادقانه میگن ای آی اینجا به درد میخوره، اینجا به درد میخوره. یعنی از عهد دقیقنوس لطفا صحبت نکنید، کار عجب غریب هم نکنید که ویردو بشید طرف یه دفعه دومش بزن رو کلش دره. اگه میخواین از اون خانم تعریف کنید، آقایون تعریف کردن، اگه میخواین تعریف کنید باید یه چیزی باشه که مطمئن باشید که عمیقا اتنتیکه، یعنی از ته دلتون واقعا بشه اعتقاد داری. مثلا بعضی لاک مرتب رو دوست دارن، بعضی اصلا توجه میکنن به رنگ لاک، مثلا حالا تابستونی دوتا گل روشه، مال من هیچی نداره، هرچی اینجوری، میدونی یه چیزای اینجوری، یا مثلا رنگ لباس، یا ولی مثلا اینجوری که چقدر رژ لبت به رنگت آرایشت میاد به اینا. اونا ببین رژ لب میره تو یه حوزه دیگه که اگه اون دختر هنوز دیوار دفاعیشو برداشته بشه ایست تو ماچ، مثلا چقدر انگشترتون قشنگه، به به، در همین حد خیلی ملو. بعد اجازه بده اون خانوم بیشتر باهاتون صحبت کنه. یه چیز دیگه که میخوام بگم، دیت اول مگر اینکه شما مدت‌های مدیدی با طرف چت کرده باشید، متوجه شده باشین چه گلی رو دوست داره، چه می‌دونم، یعنی دیتیل ازش میدونین، تو دیت اول گل نبرید. کار عجیب و غریب دیت اول نکنین، مگر اینکه میگم مثلا یعنی قبلش انقدر چت کرده باشین که احساس کنین با یه صمیمیتی به وجود اومده. تو دیت اول فیزیکی دست طرف رو نگیرین، اینا که خیلی مهمه، خیلی مهمه. فضا بدید، اجازه بدید که اون آدم به شما با زبان بدنش نشون بده که دلش میخواد که شما بهش نزدیک تر شید. همچنین تو رستوران جلسه اول زارب دستتون رو نذارید رو دست اون آدم. اینا یعنی invasion to their boundaries، یعنی تجاوز به مرزهاشونه. به یه زبان دیگه ای داریم در این دنیا صحبت میکنیم، نه؟ یکی دیگه اینه که دیت اول، و من دوباره یه بار دیگه هم گفتم، رستوران عجیب و غریب و لوکس نبرید اون خانم. اصلا دیت اول رو سعی کنین سیمپل و ساده برگزار کنین که یه حس آرامشی برقرار باشه. بعدی که وقتی میبرینش کافی شاپ، یه کافی شاپ خوب ببرین، قهپول، حالا قهوه رو اگه میتونین حساب کنین، اون دسری که دارین میگیرین، کیک، چیز کیک، چیز دارین بر اساس اون چیزی که ازشون پرسیدین میگیرین، اون رو برین حساب کنین. هم جنتل بودن شما نشون میده، خیلی ستپ بای ستپ، بیبی ستپ برید جلو، ببینین مزه دهن طرفتون چی با اون برین جلو. یه کاری هم بکنید مینتینبل باشه. دفعه اول میبرین رستوران 800 ستاره لوکس، طرف هم کامفورتبل هم میکنین، دیگه اومد مینتین شه تا آخر عمرتون میخواین اینجوری کنین، نمیشه که. اگه رستوران میخواین بریم، اگه به دیت رستوران رسید، مثلا یه مدتی با
پای چنان چت کردین و همدیگر رو میشناسین و واقعا به این نشنید که دیت اول کافی شاپ نریم بریم رستوران، حتما قبلش از حساسیت های غذایی طرفتون بپرسید. آن دیت اول خونه دوستاتون بر ندارین طرف رو، یا توی جمع دوستانه که اون خانم هیچ کس نمیشناسه زارت بر ندارین ببرین بذارینشون وسط این بیچاره بمونه آچمز. اگر دارین میبرینش مثلا یه کافی شاپی چه میدونم یا یه جای اگه رستوران که درس کد داره حتما قبلش همه رو توضیح بدید. من یه آقای داشتم گفت خواستم ببینم چیکار میکنه، گفتم بابا تو اصلا مش نفسی کجا میبری چیو چیکار میکنه، آخه نمیدونی که داری شلوار جین تیشرتش رو پوشیده اومده یه دیت ساده کژوال، چه میدونسته بیچاره. یه چیز دیگه که خیلی وقتا من از خانم ها میشنوم، اجازه بدید مکالمه میوچوال دو طرفه باشه. یک کله از اینی که من اینم من این دستاورد دارم، ماشینم اینه، بنز اینجوریه، خونه که فروختم و خریدم اینجوریه. نمیگم همه آقایان اینجا هستی، ولی چون این مکالمات این مدل حرف زدنا رو کامنتش رو زیاد گرفتم وقتی از فالوورام پرسیدم از کلاینتام پرسیدم، دارم جسارت میکنم بهتون میگم. اگر اون خانم مثلا رفتین توی رستوران یه باری نشستین دارین درینک میخورین، برای درینک خوردن اون خانم اصرار نکنین. اصلا هیچ وقت منابط برای درینک خوردن اصرار کنم. اگر احیانا آمده خونتون که به خودش داره درایف میکنه که ابدا درینک رو بهش اصرار نکنین. میدونین دیگه حداقل تو کانادا اینجوریه، صابخونه مسئول میزان درینک مهمونه، یعنی نمیشه گالون گالون برزی تو حلقش بره بیرون بزنه به یه نفری که بکشه، تو مسئول میشی اونجوری. ما برای دیت اول میدونم خیلی وقتا میخواین ایمپرس کنین، گلو که گفتم، گلو که بهتون، گلای منو دیدین پیونیا رو، گلو که بهتون گفتم. بعد ببین مثلا نهایتا دیت اول اگر دیت اون دیتیه که دارین رستوران میبرین یا کافی شاپ دیگه یک تا سه دو سه ساعت بیشتر نشه، اینی که برنامه میذارید بعدش بریم فلان جا، بعد میبینین اونجا مثلا با هم کلیک کردین، حالا بریم فلان کارو بکنیم، حالا بریم فلان کارو بکنیم، طرف اصلا اوورولم میشه. من کلاینت داشتم توی اول یه لانگ ویکند با یه آقای دوست شده بود، مثلا آشنا شده بود، دیت اول رفتم، میگفت ببین دیگه آخر لانگ ویکند من اشباع بودم، نم نمیشد بهش گفت، داشتم خفه میشدم، میفهمیدم خوشش اومده ولی اصلا زمان نمیداد من بیام خونه بشینم فکر کنم چی شد. هی میرسم تو راه خونه زنگ، این زنگ، حالا بریم، حالا برو لباسات عوض کن من ببرم فلان جا. نه، اجازه بدید که بهش زمان بدید، فضا بدید، آروم آروم با هم درگیر شید. اگه دارید سوال میپرسید تون تون پشت سر هم رگباری سوال نپرسید، یه سوال شما بپرسید، اجازه بدید یه سوالیشون بپرسن، بپرسید. بعد حتی اگه میبینید خیلی ساکتن بپرسید، میگید اینجا تو نمیخوای من سوالی بکنیم، مثلا دوست داری چیزی بدونی به منم بگو من بگم. قبل از اینکه از شما سوال نپرسن تو دیت، چه خانم چه آقا، آخه والنتیرلی چه داوطلبانه همه چی رو میریزید بیرون دایره، همه چی خراب میشه. ببین من باید آماده باشم، مثل اینکه یکی بیاد چه میدونم غذای کامل رو به جای پیش قضا بده به من، مثلا میدونی من رفتم توی یه رستوران نشستم سلام علیکم میگم یه لیوان آب بده، به جای لیوان من یه پرچل کباب بذار بگو الان اینو بخور، خب نمیشه خوش خوشه که الان داره خفه میشم. میدونی چی میگم؟ اینم دقیقا همینه، استپ بای استپ با آرامش برید جلو، آن تایم باشید هر جفتتون، خانم آقایون آن تایم باشید. این خیلی خیلی ریچ بزرگیه، یک خصوصیت خاصیه آن تایم بودن، و پرکتیسش کنین، تمرینش کنین، فقط یه بار دو بار تظاهری نه، واقعا تمرین کنین. یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم، ببینین وقتی ببین الان من کاپلام اینو میگم، خودم با همسرم اینم دارم، وقتی ما میریم بیرون با هم دیت نایت یکی رو پیدا میکنیم که بچه نگردون خودمون میریم دیت نایت، قانون اینه، کجاست این قانون اینه، این گوشی فیس داون میره کنار، ما دوتا با هم مثلا میگه ما یه ساعت قراره با هم مکالمه داشته باشیم، ما دو ساعت بعد با هم مکالمه داشته باشیم. میدونی چی بهتون میگم؟ چه به اون دیت تو دیت گوشیتون رو چک نکنین. اگه حوصلتون سر رفته، اگه آنکامفتبلین، ببینید اصلا دلیل اون آنکامفتبلی چیه، اگه میتونین برطرفش کنین، نمیتونین جمع کنین بری، آخه چه کاری دو ساعت تو گوشی؟ بر جفتتون میگم، ما پسر دختر ندارین. یکی دیگه اینه که در مورد اینو خیلی از من پرسیدین که آقا ما کی و کجا میتونیم در مورد اکسمون صحبت کنیم. ببینید دیت اول و دوم به خصوص شما نمیرین که با اکستون رو نذاشتید تو کیفتون، بعد با خودتون ببرید اونجا، اصلا هیچ نگید. آقا تو قبلا ازدواج کردی؟ بله من ازدواج کردم، حالا بعدم در ادامه برات توضیح میدم. ها یا مثلا من یه با یکی دیت میکردم، وا یعنی واقعا موقع دانش امروز داشتم، امروز دوم گفتم داداش خدافظ، یعنی میخوام بهت بگم 6 ماه داشت از اکسش صحبت کرد، که بعدها که من از این جدا شدم بعد یه
دوست دختر بعدیش یه روز منو پیدا کرد و شمارم رو تو کانادا زنگ زده بود که میگفت این منو خفه کرد انقدر تو صحبت میکنه. گفتم ببین دیگه he's your choice دیگه، با منم با نفر قبلی اینجوری کرد، مثل که مدلشه همجوری میره جلو. حواست باشه این خیلی ترناف بزرگی. اکس شما آخه چه ارتباطی به اون داره؟ چه اگه بد کرده، چه خوب کرده، چه دستاورد داشتی تو اون ارتباط، چه نداشتی، چه سوفیا لورن بوده، چه تام کروز بوده، به اون چه رفتی داره؟ به آدمی که یعنی تو الان دیگه اونو نداری که رفتی اینو دیت میکنی دیگه، پس زپیور ما راجبش صحبت نکن. اگه یه سوالی کرد خیلی ملو و آروم جواب، ولی دیتیل من رفتم اینجوری کردم به من خیانت کرد، آقا وا بدین. حالا بگذارم از اینی که کسی به کسی خیانت میکنه که تو رابطه اون چیزی که باید ندیده و نشونه ها رو هم ندیده، حالا بعدا راجبش صحبت میکنم. خب من راجب اینی که لباس مرتب بپوشیم، بدونیم دقیقا داریم چی کار میکنیم، چی میپوشیم، زمان بذاریم دیگه، اینا خیلی واضحه دیگه. مثلا از سر کار مستقیم نریم دیت، اگه آراسته باید باشیم بریم یه دوش بگیریم مرتب، اگه سوار ماشین میکنیم اون طرفو لطفا خانمم خیلی سوار ماشین کنیم، ماشین یه کارواشی رفته باشه، تو شسته باشه، هزار تا آشغال حالا بیا بشین کیفو وردار، نمیدونم پرونده رو وردار، اینو برای من آدم سرشلوغی هستم نباشه، یه موزیک عجیب و غریب با صدای بلند یه دفعه تو ماشین روشن نشه، این چیزها رعایت کنیم چون اینا فرست ایمپرشنه. من نمیگم این کار رو بکنیم طرف رو جلب کنیم بعد بریم هر کار میخوایم بکنیم بکنیم، ولی یه سری چیزها هست که خیلی خوبه رعایتشون کنیم، برای اینی که واقعا ممکنه در درون ما خیلی چیزای خوبی باشه ولی تو اون فرست ایمپرشن همه خراب کنیم بریزیم سطل آشغال. وقتی با یه خانم میرین دیت آقایون، دیگه اون اسکنر رو که بقیه خانم‌ها رو اسکن کنین حتی تو اون دیت نباید داشته باشید. اگر شما تو شرایطی هستید که همچنان دارین اسکن میکنین، چون اینو هزار نفر برام فرستادن، یعنی شما آمادگی دیت کردن ندارین و این یه ترنافه. فکر نکنید اون خانم نمیبینه، همونجوری که اونی که دارین اسکنش میکنین میفهمه، اینم که کنارتون نشسته کاملا متوجه میشه. دیت که تموم شد تشکر کنین، از یه انگار که یه کانکلوژن، یه رپاپی داشته باشه، آقا از اینی که من امروز تو رو دیدم خوش گذشت، متشکرم که زمان گذاشتی، یه کوچولو ولی نشون بدید که یه آداب و اصولی رو بلدین. اینا که دارم بهتون میگم برای دختره غیر ایرانی که فوق العاده جواب میده، چه بمونه به ایرانی. یادمون باشه چه خانم چه آقا، شنونده بودن، فضا دادن برای اینکه اون آدم هم با ما صحبت کنه فوق‌العاده نکته جذابیه تو دیت کردن. یه جمله خیلی قشنگی هست که اگه میخوای آدم ها بعد از دیدن تو حس خوبی بگیرن، باید بهشون فضا بدی که باهات صحبت کنن و تو بهشون کامپلیمنت میخوای بدی، حس شنیده شدن، متوجه شدن، احساس شدن رو تو باید بهشون بدی. امیدوارم که این پوینت ها، این نکات برای دیتینگ به دردتون بخوره. آقایون ما چاک شما هستیم، امیدوارم که با در نظر گرفتن اینا و تمرین اینا واقعا اون خانومی که باهاش خوشحال خواهید بود، حس خوبی خواهید داشت، وارد زندگیتون بشه. اینم مال دیت اول و دوم دیگه نیست که این کار رو بکنید بگید تموم شد اومد تو رابطه با من تموم شد، اینا مینتیننس میخواد. این اون ماشینی که میخرین تون تون 6 ماه یه بار میبرینش، چونم تو کیس بعضی ها یکی دو ماه یه بار میبرینش تعمیر و همه چیز چک میکنی، 100 دفعه میشین برق میندازین. رابطتون هم همینه. خانوم ماشین نیستا، من ماشین استعاره‌ای از رابطه دارم میبینم. رابطم همینه، رابطم دائم مینتنس میخواد، رسیدگی میخواد، مراقبت میخواد، مواظبت میخواد. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی راجع به دیتینگ شما رو به خودتون میسپارم. دلتون شاد و تنتون سلامت.